رضای ترسوزند. Моҳи майи соли ҷорӣ қосиди сулҳ, шоири шинин калом ва қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода 110 сола мешавад. Ӯ аз камтарин шоирони тоҷик аст, ки шӯҳраташ бештар ба муаррифии тоҷикону Тоҷикистон дар дунё рабт мегирад. Медонед, инқадар бузург будан, инқадар хоки будан. Медонед, ҳами одам худо назар кард, ки ҳамчун тоҷик همچون انسان تمامی دنیا با انا همون شعاری تاجیکی حقیقتا استاد ترزاده توانستن عینی ترزاده غفر الله دی پیندار اینه گفتار اینه کردار اینه استاد ترزاده با همین خصلت هاشان تمامی دنیا با تاجیکی نشان داده توانستن راهی زندگی و شهرت این شاعر و تبلیغگر فرهنگ تاجیک از دهه کوچک در دره قراتاغی حصار آغاز می شود. بعدی تأسیس مکتب شوروی در دهه قراتاغ نخستین محصلی این مکتب شد. در ادامه تحصیل را در دوشنبه تاشکند دوام داده است. کار را در روزنامه کمسمول تاجیکستان در سال 1930 شروع کرده همزمان از همان دوره نخستین شعرهای خود را ایجاد کرده است. فعال جمعیتی و دولتی بود. در مقامهای مختلف کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی کار کرده است. در حالی که در تاجیکستان میرزا تورسونزاده با عنوان یک شاعر، دراماتورگ و دانشمند معروف است، در خارج از مرزهای این کشور اسم او همچون یک چهره سیاسی و قاصد صلح آشنا بود. ریاستش در کمیته شوروی همگیرایی کشورهای آسیا و افریقا و عضویتش در کمیته شوروی حفظ صلح به این مساعدت کرده بود. اکثریت موضوعهای ایجادیات تورسونزاده نیز به همین رسالتش پیوند میگیرد که بیشتر ترغیبگر صلح و دوستی و وطن پروری بود. اگر وای بزرگ نمیشد اشعار وای با 60 زبان ترجمه نمیشد. در دوران شوروی و 34 دولت جهان سفر کردن رهبر یک کمیته حرکت یک دلی آسیا و افریقا بودن اینجوری مشکل بود. این برای همه میسر نمیشد. وقتی که در مسکو 15 جمهوری جمع میشد استاد ترزاده هم تو می آمدن 15 جمهوری همو تمام شاعرای بلندش همه استاد پیشواز میفتند، استاد کاسگل بودند، استاد راهبر میشدند. در تمام اتفاق و خارجه با این خیل آبرو اعتبار صاحب شدند، هر کس با میسر نشده است. این شهرت و شهامت میرزا تورسونزاده را نتوانست از خود بیرون کند و او مثل همیشگی زمینی و خاکسار باقی ماند. بخصوص پس از سفرهای خارجی همیشه یاد زادگاه و همسایه ها و پیوندان میکرد. یوم مورو میگفتن یا رفیقانشون رو میگفتن البته به طرف حصار به طرف قراتاغ میرفتن میگفتن که دخترم از همه چیزی بمزه‌تر برای من عزیزتر این یک لقمه نان که من به همون دریای آب دریای قراتاغ تر کرد همون میخورم برای همین اونجا باشم هم من دائم مزه انا همون چیز در دهانم مشاعره تاجیکی که این خیلی انکشاف داشت همین طور است یک بیت را شاعر میگوید و از حرف آخری سطر دویمی بیت باید کسی دیگر شروع کند والاو شیدای تو این دلی حیرانی من این دلی حیرانی من والاو شیدای تو میرزا تورسونزاده از سال 1949 تا روز فوت در سال 1977 رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان شوروی و از سال 1959 تا آخر عمر کاتب ریاست اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی بود. ایجادیات تورسونزاده که با زبانهای ساده و شیوای تاجیکی انشا میشد مرزهای شوروی را شکسته و تبلیغگر آب و خاک وطنش گشته بود. داستان‌های پسری وطن، من از شرق آزاد، قصه هندوستان، صدای آسیا، چراغ ابدی، جان شیرین، از گنگ تا کرمل و تعداد دیگر به شهرت تورسونزاده بیرون از مرزهای شوروی افزود. از ایجادیت استاد تورسونزاده یک بار که از من باید زیاد خوانده تا همین درباره وطن، سرود، نان، مادر، نان، آب، همین چیزها سرود ها نبود، مقام بود، فلک بود، راکی بیاد اخشان رو باید تیزر افشان وقتی که استاد ترزاده دیم باسر یک کن آنقدر در دل پیسندی دل پیسند از دی وطن یک کن آهنگ کریم نشان دادم دویم آهنگ رفتن گرید بس سرودی روده که سرودی شناسایی ملتی تاجیک شد در تمام جهان من خواندم اینشه
و در فضا پرواز کردم گرچه از روی زمین. بسیار معروف شد همین سرود کسمنفتی تاجیک، پدرش تاجیک است، سال جان شریف همین سرودش شعر استاد ترزاده کسموس برای میدونید. بعد پای در پای سرودها شد ما ایجاد میکریم. فقط یک چیز همین نوریزه است، دلی مادر وقتی که خوندم خودشون اشکشون ریخت. جورابیگ مرادوف از دوستانی نزدیک میرزا تورسونزاده بود. وقتی که تورسونزاده سخت مریض می شود به نزدیکانش وصیت می کند که بعد مرگ جسد او را جورابیگ مرادوف به گور گذارد، که همین کار را هم کرده است. او 25 سپتامبر سال 1977 در سن 66 سالگی چشم از عالم پوشید. آن که می پرسد مرا آن شاعری ممتاز کو؟ تا جوابش را بگردانم مرا آواز کو؟ من نمی گویم که او از دار دنیا رفته است، جای او در دیده بود، اکنون به دلها رفته است.